اخباری از تحولات قیام مردم سوریه. رزمندگان ارتش آزادی سوریه تعدادی از شبه نظامیان اصائب الحق اعزامی از سوی مالکی به سوریه را در جریان نبردها در حومی دمشق به اسارت خود درآوردند. تلویزیون اورینت با اعلام این خبر گفت دستگیر شدگان اطلاعات زیادی را در مورد محلهای سکونت، چگونگی دریافت حقوق و شیوه های آمدن به دمشق را در اختیار رزمندگان ارتش آزادی قرار دادند. آنها همچنین اطلاعاتی را از سران شبه نظامیانی که در سوریه در کنار اسد می جنگند افشا کردند. 7 تن از نیروهای حزب الشیطان لبنان در سوریه به دست رزمندگان ارتش آزادی سوریه به هلاکت رسیدند. خبرگزاری سپاه پاسداران عکس این 7 مزدور را درج کرده است و قابل ذکر است که تاکنون بیش از 1000 نفر از عناصر حزب الشیطان در سوریه کشته شدند. به گزارش اسکای نیوز، شبکه حقوق بشر سوریه اعلام کرد طی 3 سال گذشته در سوریه بیش از 130 هزار نفر از مردم این کشور به دست دیکتاتور سوریه جان باختند. رژیم سوریه اولین مهلت تعیین شده برای از بین بردن سلاح‌های شیمیایی خود را از دست داد. به این ترتیب کشتی‌های نروژی و دانمارکی که در ساحل سوریه منتظر دریافت این سلاح‌های شیمیایی و انتقال آنها بودند دست خالی به سواحل قبرس برگشتند. سازمان منع تسلیحات شیمیایی ضرب الاجل 31 دسامبر را به عنوان ضرب الاجل برای رژیم سوریه تعیین کرده بود. برخی کارشناسان میگویند رژیم بشار اسد در تحویل این سلاح‌ها تعلل می‌کند. اخباری از تحولات سایر نقاط جهان. پدر جورج کشیش فرانسوی که 1.5 ماه پیش در کشور در شمال کشور آفریقایی کامرون ربوده شده بود آزاد شد. این کشیش فرانسوی توسط گروه بوکو حرام به گروگان گرفته شده بود. فرانسوا اولاند رئیس جمهور فرانسه در پاریس در یک فرودگاه نظامی از این کشیش فرانسوی استقبال کرد. اردن از امروز اول ماه ژانویه به مدت 1 ماه ریاست دوره‌ای شورای امنیت سازمان ملل متحد را بر عهده می‌گیرد. وزارت خارجه اردن اعلام کرد ریاست دوره‌ای شورای امنیت سازمان ملل متحد طی مراسمی به نماینده دائم اردن در سازمان ملل متحد واگذار می‌شود. یادآوری می‌شود که قبل از اردن عربستان سعودی در اعتراض به مواضع شورای امنیت نسبت به جنایات رژیم اسد در سوریه از پذیرش عضویت در شورای امنیت خودداری کرد و اردن در هماهنگی با عربستان به عضویت شورای امنیت درآمد. از امروز یونان ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را به عهده می‌گیرد. ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا به مدت 6 ماه است. یونان خود با بحران جدی اقتصادی در اتحادیه اروپا روبروست.